هلو گایز، چطوری بچه؟ خوش اومدید به یه ویدیو دیگه و اولش نگرفتم بعدی دیگه محکم بکوبم به هم فاره. خوش اومدید به یه ویدیو دیگه و امروز اومدیم که چیکار کنیم و چیکار کنیم. خب امروز اومدیم که مقایسه کنیم ببینیم که PS5 بخریم یا کامپیوتر بخریم. کامپیوتر چون که خب تا حالا نگفتیم، یعنی مثلا مقایسه ایکس باکس و سری ایکس و اس و مثلا PS5 داشتیم که الان اینجا میذارم چیزشو، اگر خواستید حتما برید ببینید، شاید اینجا بیاد شاید هم نیاد، ولی حالا به هر حال بتونید اونم ببینید. ویدیو اول من بود و البته یه آرتیکس سینمایی بهش، ولی اون که خواهد خیلی ویدیو جالبی نه، یعنی اصلا ویدیو کوتاهی بود، ولی اون در اصل ویدیو اول ما بود، اونم اصلا ببینید اگر ندیدید. و آره دیگه الان میخوایم بررسی کنیم ببینیم کدومش بهتره، نه فقط برای گیم، یعنی در کل. مثلا اگه ما 30 میلیون پول داشته باشیم یه کامپیوتر 30 میلیونی بخریم بهتره یا مثلا PS5، یا حالا مثلا پولش مهم نباشه PS5 بخریم یا کامپیوتر بخریم، کدوم بخریم دیگه. خلاصه آره دیگه اینم بود از این ویدیو، یعنی این بود از اول ویدیو. بریم سراغ ادامه ویدیو و لیتس گو. من دیگه واقعا رب دارم، من دیگه واقعا رب دارم، از عمق وجودم شدم، از عمق وجودم شدم، حال میکنم، عشق میکنم، حال میکنم، عشق میکنم، سرمو دیوار میکوبم، سرمو دیوار میکوبم. خب بچه خوش اومدید به ادامه ویدیو و لیتس گو. بریم که بررسی کنیم ببینیم پی سی بهتره یا PS5 که دستش رو دارید تو تصویر میبینید. PS5 به نظر من برای بازی و گیم بازی کردن بهتر. میدونی چرا؟ چون هم خب راحت تر میتونید بازیش رو تهیه کنید، یعنی مثلا خب راحت میتونید بازیش رو بریزید، حالا مغازه برید، یعنی یا مثلا بازی رایگانی مثل فورتنایت رو روش نصب کنید، مثل فورتنایت، اپکس و حالا بازی دیگه که رایگان هستن که خیلی راحت با اینترنت میتونید نصب کنید، راحت میتونید آنلاین بازی کنید و خب حالا مشکلات اینطوری نداره. ولی و خب پی سی یه سری از چیزای سختی داره، یعنی یکم پیچیده است. ولی خب پی سی ویژگی‌های دیگری مثل حالا مثلا میتونی توش با اینترنت بری، یعنی میتونی بری تو اینترنت، میتونی مرورگرها بری، میتونی تو گوگل بری چیزی سرچ کنی، چیزی دانلود کنی، چیزی ببینی، تو یوتیوب بیای ویدیو من رو ببینی آره و ساب رو بزنی پایین، خب لایک و اینا رو بزنی، مثلا دیسکورد بری جوین شی، دیسکورد نصب کنی، واتساپ نصب کنی، کلا کار خاصی میتونی انجام بدی باشه. ولی خب تو PS5 حالا PS4 اینا کلا نمیشه این کار انجام داد. ولی PS5 خب یه سری بازی هایی داری که فقط برای خودش هست. ولی خب PC خیلی از بازی کوچولو و هم حالا بامزه ای تولید میشه که تو اونها فقط میشه که، یعنی تو اونا میتونیم که بازی های دیگه ای رو انجام بدیم، یعنی بازی فانی هستن در واقع که حالا کوچولو هم ولی خب تو PC هستن ولی روی PS5 انجام نمیشن. و آره دیگه حالا بریم سراغ خب بریم ببینیم که FIFA 21 رو میخواییم بریم، حالا شاید هم یه بازی دیگه FIFA 21 رو که بریم ببینیم که چجوری کیفیت روی اونها بازی ها کیفیتش چجوریه. Let's go. خب بچه خوش اومدید به ادامه ویدیو FIFA 21 روی PC و PS5 in a game. آره PS5 و PC الان سب کنید یه لحظه، الان فقط روی PS5 و PC 4K اولترا میتونید ببینید گیم رو که چجوریه و حالا حرکت زیبایی که با نیمار فکران داره زدیم، شالا با اون شکل نداریم PC یه 4K و PS5 که هم 4K هست و هم حتی میتونید 8K ازش استفاده کنید. نکنید PC خیلی روشن‌تره، PS5 و کلن PS4 و اینا همهشون یک کوچولو تیرگی داره و خب این تیرگیه یکم اذیت میکنه و خب بهتر کرده
پی سی رو، ولی خب حالا تو بازی مختلف حالت فرق داره ها، یعنی نیست که مثلا حالا تو همه بازی اینطور باشه، امکان داره تو یک سری از بازی دیگه به شکل دیگه باشه. یعنی الان دارید روی PS5 میبینید حالا تیم لیورپول و مانه و فندایک و اینها. آره PC 4K Ultra، حتی خب هر دوشون واقعا خوبن. خب یعنی مثلا بیایید یه چیزی بازی کنید کیفیت خیلی بگیم فرق میکنه، نه واقعا اینطور نیست. روی PS4 با مثلا RTX 3090 مثلا بگیم PC 4K واقعا فرق میکنه، ولی الان روی PS5 با 4K PC خیلی فرق نداره واقعا. و آره دیگه همچون که میبینید یک هم فرق داره، حالا یه جایی هم بهتره اون یه جایی اون بهتره، ولی در کل مثلا اینطوری نیست که بگیم خیلی اون آشالیه یا اون مثلا خیلی فوق‌العاده است. بله آره تو حالا تو کامنت ها باستم بنویسید که کدومش بیشتر دوست دارید، کدومش انتخاب میکنید و کلا برای بازی کدومش انتخاب کنید. یا من خودم برای بازی PS5 انتخاب کنم، ولی در کل مثلا من بگم PS5 میخوایی یا کامپیوتر انتخاب میکنم. و آره لپتاپ هم لپتاپ گیمینگ بد نیست برای بازی، آره خب خیلی جالب نیستش. آره بس میتونید بهش ندید مثلا به بیستش میگم تو ورژن های مختلف حالا بازی مختلف تفاوت داره، یعنی تو بعضی ها امکان داره که PS5 بهتر شد، تو بعضی امکان داره PS4 نه بهتر نیست ولی PC بهتر باشه. آره همطوری که دارید میبینید و آره دیگه بنویسید که تو فیفا کدومش، میگم تو PC کم روشن‌تره، توی PS5 یک کوچولو تار که نه ولی یک کوچولو رنگ برحال پر رنگ تری رو به ما میده. حالا دیگه مثال فاینالی بین کجا هست؟ چمپیونز لیگه و بین لیورپول و پاری سن ژرمنی که مسی احتمالا میخواد بره توش هست. و آره دیگه جالب هم هست. اوه اوه PS2022 اصلا خواستشیم بازی کنیم اگه بعدم بذاریم ویدیو شو چه تیم پاری سن ژرمن. و آره دمستان توی گل ها و آره بازم همین مدلیه، این هم نیمار یه کچه روی PS5 انگار بهتر ولی PC روشن‌تر. بازم میگم میکنی PC واقعا روشن‌تره. یه لحظه خمیازه اومد، یه خمیازه کشیدم ببخشید. آره دیگه خلاصه رونالدو توی پرتغال. و آره دیگه این بود از این ویدیو. و آره دیگه بریم آخر ویدیو یه چیزایی رو اونجا بهتون بگم و لیتس گو. خب بچه خوش اومدید به ادامه ویدیو. و آره دیگه دیدیم این چیزا رو دیدیم این کامپیوتر و PS5 رو حتما حتما تو کامنت ها بازم باستم بنویسید که دوی کامنت ها زیر برید بنویسید که کامپیوتر یا PS5 رو انتخاب میکنید یا حالا میتونید بنویسید ایکس باکس سری ایکس و اس و اینا. اگر هم خواست باشین میتونیم یه مقایسه ایکس باکس سری ایکس و مثلا اس با کامپیوتر داشته باشیم. و آره دیگه حالا ببینیم که اونجا چه کار میکنی. برای بازی من خودم ترجیح میدم PS5 رو، اما در کل کامپیوتر رو ترجیح میدم. مثلا حالا بهم بگن کامپیوتر میخوای مثلا یه کامپیوتر بهت بدیم، یه کامپیوتر مثلا بهت میدیم یا مثلا یه PS5، من میگم کامپیوتر. ولی خب برای بازی کلا مثلا بگم اینجا میخوای PS بازی کنی تو کدوم میخوای بازی کنی مثلا PS5 انتخاب میکنم، ولی برای کلا کامپیوتر انتخاب میکنم. و آره دیگه این بود از این ویدیو. اونجا خوش اومده باشه حتما حتما اول ویدیو نگفتم بس حتما حتما چنل سابسکرایب کنید، زنگ رو فیک کنید، کامنت رو بکنید و دیسکورد رو هم حتما حتما برید جوین شید، لایک رو بکنید و آره این کارا رو انجام بدید تا بریم سراغ ویدیو بعدی. بنویسید چه ویدیوهای دیگری رو دوست دارید تا زدیم رو هم بزنیم که یه حمایت کنید و طرفدار باشه. و آره دیگه این بود از این ویدیو و پیس اوت. فعلا خدا حافظ.